<clears> Thank <throat> you. سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز فرزادم با ما هستم چنان سلام امروز قسمت 168 ماست درسته. که ما برگشتیم و میخوایم در مورد یه موضوع جدید صحبت بکنیم قبلش میخوای یه بار دیگه در مورد تیشرت ها بگی آره ما یه پستی رو تا امروز گذاشتیم یا نذاشتیم آره. گذاشتیم تا امروز آره آره تلاش میکنیم تا پنج گذاشته باشیم آره. الان میذاریم اوکی آره این پسته حالا هنوز وقت دارید دیگه ما از این سوال میکنیم که هر کسی یه دونه چیز اگه دوست داشت توی برنامه عوض کنه اگه دوست دارید بگید لطفا به ما بگید دلیل که حالا یه دونه رو گفتیم اینه که پستا زیر پست جا خیلی نیستش که کامنت طولانی بزنن بیشتر دوست دارید بگید ما در خدمتیم توی حالا تلگرام یا تمام فضای مجازی دایرکت توی اینستاگرام میتونید بگید ولی یه دونه رو بگید ما حالا خودمون با بچه‌ها میشینیم اونا رو میخونیم و بهترین انتخاب میکنیم آره بهترینی که وجود نداره همش نظر خودمون نسبیه دیگه آره ولی مثلا 6 تا از اونا رو داریم، بعد باهاتون تماس می‌گیریم آدرس میگیریم، ایمان تیشرت میفرسته براتون تیشرت چه رنگیه سه تا صورتی داریم و رنگ های روشن و رنگ های تیره به قول کارون آره آره جونم براتون بگی که بریم سر بحث خودمون چیزی که نمیخواستی بگی نه شما چیز نمیشونی خیلی داستان بگم براتون با سوال <applause> نه, نه, شروع نه نه فقط هم داستان <تصفيق> باید. <تصفيق> <تصفيق> باید. من که بچه بودم یکی از سفیرات تفریحات خیلی مورد علاقه من ویدیو سیدار. گیم و اینا بود و من شخصا هم توی خانواده بزرگ شدم که خیلی کامپیوتری بود و بازی کردم و این کامپیوترها یکی از تفریحات اصلی زندگی من بود و یادمه که خیلی خیلی که بچه بودم یه دستگاهی پدر ما خرید برای ما به نام میکرو که الان مثلا میگردم دنبالش میفهم که همین نینتندو انتر... نینتندو انترتیمنت سیستم NES فیک بود که اگه بزنی اسمش از اندینگ اندینگ گیم ترمینیتر کانسو آره یه چیز دکمه آبی داشت و اینا اینا ای... آره میکرو تو اینا خیلی آره دیگه داشتن. این, این چیز فیکه این در واقع مال NES فیک NES که میشه این که میشه این دوست گلمون ما یعنی فیک بازی میکردیم بله بله این ان ای سلام بزنم از آره ان آره بعد ان ای کام حالا به هر حال ام... که به طور حالا فیکش بود و از این کاتریجا و این فیلما می و که کلی هم باید بعضی موقع فوتو لیس و اینا میگردی که اینا کار بکنه و خب خیلی هم کلی خاطره خوب برامو داشتی که از بازی قارچ خورد بگیرید تا این نینجا که ساعت ها ما وقت میذاشتیم و با اینا بازی میکردیم و غرق میشدیم تو این بازی ها و خانواده منم از این موضوع زیاد در واقع خوشحال این که شما آره، 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 آره. زیاد از این موضوع زیاد خوشحال نبودن و همه دوست داشتن منو به ترسونن که چون کور میشید خنگ میشید فلان و اینا بازی نکن فکر کنم هم یه ده سالی با این کنسول فیکمون ما رفتیم و اومدیم و بازی کردیم و این ور بر بر بردیم و هر جا می رفتیم زیر بغلمون اون بود دیگه می رفتیم می زدیم فرد به خونه مهمونی آره <تصفح> تلویزیون ها <تصفح> میشه نشستیم باهاش بازی میکردیم که گذشت و اینا که من تونستم پلی یک 1 بخرم و چند سال پیشه این نمی فکر کنم مثلا من شاید چهارم دبستان بودم مثلا یادمه که 20 سال پیشی؟ نه کمتر تر آره مثلا یادم که یه ده سالی از یه گذشته بود که من خریدم مثلا نو نگرفته بودم ایمان میگه که ما بچیکی با کامپیوتر اینا بودیم من فکر کنم یه دور گفتم ولی دوباره میگم دوم دوستا ما بودیم ایمان یه ساعتی داشت که باهاش میتونستی تلویزیون کانالش رو عوض کنی صداش رو کم و زیاد کنی و نه فقط یه تلویزیون هر تلویزیونی رو میگرفتی جلوی ساعتی دکمه میزدی این از مکه آورده بودن برا من <ده> می می رو میگرفتی جلوش میزدی جلوی ساعت این اینفراردش رو میخون مثلا کدش رو در میآورد و از اونجا به بعد میتونستی تلویزیون خونه رو با ساعت ایمان کنش. این اینجوری زندگی لاکچری داشتم یه روز داد من این ساعت رو بردم خونه من یادمه uh... خلاص من یه پلی استیشن یک خریدم که داستان جالبی هم داره که من روزی که خریدم که حالا بعدا یه روز میتونم بگم صبح نه رفتم اونجا از طرف گفتم برا بردم یارو رو نه حالا بعدا میتونم دارم بعد جنگ و دعوا تو خانواده ما از پلیستشین شروع شد که دیگه خانواده من خیلی برخلاف این بودن چون من خیلی حالا تعداد زیادی که صرف میکردم پایین بازی زیاد بود و خب اضافه وزن عجیب هم گرفته بودم و چاق و توپلو فربه شده بودم و خب موانبابای من اصلا از این موضوع راضی نبودن تا حدی که من دیگه اصلا از داشتن کنسول من شدم و پلیستشن شد پریستیشن یک شد آخرین کنسول بازی که من داشتم و بعدش دیگه رو آوردیم به بازی کامپیوتری و دیگه کامپیوتر تو خونه بود اونو نمیدونستن من بکنن دیگه چه میدونم رفتیم سراغ کانتر استرایک و جنرالز و مثلا کال اف دیوتی و این فیفا با صدای عادل فردوسی پور و اینا <تصفح> فیفا 2001 آره و شروع کردم حالا اونا رو بازی کردن و رفتن گیم نت و این صحبت ها توی این سال هم که حالا کامپیوتر بازی میکردم خب درس خوندن مثلا جدی شده بود همه فکر کردن که خب خیلی جدیه مثلا راهنمایی دبیرستان و اینکه خب بعد حالا تلاش میکردیم برای کنکور و این صحبت ها برای همین تو برای کنکور تلاش نه نه. تو فکرش بود تو آره بعد یعنی راهنمایی به فکر کنکور دبیرستان دیگه یعنی میگم تا موقعی رفت که بچه پوری بوده بعد دیگه آخرش خیلی جدی شده بود دیگه میگفتن بعد مثلا درس بخونید و میخواین کنکور بده فلان و اینا که دیگه در حدی رسیده بود که دیگه مثلا خانواده ما کیبورد و ماسا رو برم داشتن قایم میکردن که <تصحیح> ما همیشه مثلا من میدرستم جاش کجاست سم یافتم خودم اونطوری میپیچیدم میذاشتم سر جاش یا مثلا اینطوری میگفتن که تو مگه بچه‌ای هنوز بازی میکنی یا مثلا میگفتن داری وقت تلف میکنی اینا و این چیزایی که ما خیلی میشنیم، موقعی که یکی داره مثلا کامپیوتر بازی میکنه من هنوزم مثلا وقت دارم پلی استیشن بازی میکنم مثلا خانواده میگم مگه تو بچه‌ای هنوز داری بازی میکنی و این شرایط هم خب برای خیلی ها وجود داره و والدین خیلی ممانعت میکنن از اینکه بچه ها بازی کامپیوتری بشینن بازی بکنن و این حالا چرا به نظر من که اشتباه میکردن که انقدر ممانعت میکردن چرا که یک پسر 16 ساله ماه پیش توی بازی فورتنایت سه میلیون دلار برد و الان تمام خانواده آمریکایی فقط دارن کیبورد و ماوس میدن بچه ها میلیون بگیرن آره یه پسر 16 ساله توی فورتنایت 3 میلیون دلار برد قهرمان جهان شد به قول معروف و ام... خب پول خیلی زیادیه دیگه یعنی وقت تلف کردن نیست و اگر که میذاشتن ما هم تمرین بکنیم شاید مثلا یه ده دلار میتونستیم تا الان برده باشیم یه چیزی بگم در حمایت از خانواده اینو برده اینا تو واسه اینکه وارد تیم اصلا بتونی بشی باید توی فکر کنم زیر یک درصد پلیر دنیا باشی این تیمی نیست این بازیه حالا بازی پلیئر که من... نه خب اینا رو اسپانسر دارن دیگه مثلا یه تیمی هست که این مثلا این با... فورتنایت بودین؟ آره فورتنایتش اینه مثلا فیفاش یکی دیگه هست. وارد این مجموعه بخوای بشی باید مثلا توی تاپ بگی یک درصد دنیا باشی که خیلی سخته و شما تو هر فیلدی تا بیه درصد باشین خیلی بیشتر از 3 میلیون دلار در نه حالا بد میگم اینطوری هم نیست الان باید ببینیم ملت چه پولایی دارن از این قضیه آره در بگو بعد حالا داستان ویدیو گیم چیه این از سال 1990 بازی کامپیوتری شروع کردن در واقع به عوض شدن و حالا با وجود کنسول و کامپیوترهای قدرتمندی که به وجود اومد و اینترنت کانکشن های خیلی پرسورتی که وجود داشت اصلا کلا شروع کرد فرهنگ ویدیو گیمینگ عوض شد و بازی کرد بازی کامپیوتری عوض شد تا حدی که دیگه جلوی کامپیوتر نشسته بودی نیاز نبود فقط با خودت بازی کنی مثلا میتونستی با این نفر صدها کیلومتر اونورتر که نشسته مثلا میتونستی بازی بکنی و میتونستی با اونا ارتباط برقرار بکنی قبل از اون هم این موضوع وجود نداشت بعد آدم دور هم جمع می شدن یه تلویزیون بوده مثلا 16 نفر می جلو هم دیگه مثلا جلوی تلویزیون سگارو می آره. بعد اون در از 1990 خیلی عوض شد شما کویک بازی کردین تا به حال دیدم من تو گیم نت تو بازی کردی شبیه کانتر استرایک میمونه یه ذره تخیلی فرس تر فرس بود آره یه آره بود آره یه تو هم کانتر استرایک ولی خب همون در واقع فرست پرسن شوتره به قول کارون که سال 1990 میگن اولین مسابقات آنلاین واقعی رو برگزار کردن اینا نه 1997 ببخشید واقعی رو برگزار کردن با وجود دو هزار شرکت کننده از اقصانوات جهان که اینا می یک در مقابل یک جلو هم دیگه بازی میکردن و حالا اون که حس میشد میرفت و اون که مثلا میبرد میبرد مرحله بعدی و برای وقتی رسید به 16 تای آخر به خاطر اینکه میخواستن لگ و اینا وجود نداشته باشه دوره همه رو آوردن یه جا و شروع کردن توی مثلا یه جا مسابقه رو برگزار کردن که نفر اول هم یه مسابقات بهش یه فراری دادن ناقابل فراری 1997 آره 5 بعد مسابقات <applause> کامپیوتری به قول معروف توی قرن 21 که استخون ترکوند و با ارزون تر شدن کامپیوترهای پرسرعت و همچنین رواج پیدا پیدا کردن اونا تو خونه های همه و بازم بالا رفتن سرعت اینترنت حالا و گیم ها توی ایران به خصوص این عوض شد که توی سال 2006 کمپانی فان تکنولوژیز یک سری مسابقات آنلاین گذاشت از بازی های مختلف اه, که نفر اول یک میلیون دلار گرفت سال 2006 و تا سال 2010 تعداد اون تنها مسابقات بود مثلا دورور شاید 10 تا مسابقه بود توی 2006 تا سال 2010 تعداد این مسابقات شد 240 تا که هر کدومشون مثلا یک میلیون برنده می شدن. که مسابقات مختلفی بود که مثل کال اف دیوتی و فیفا و دوتا و فورتنایت و اینا و مثلا و wow اوورواچ و اینا هم که دیگه الان دیگه چپ و راست دارن مسابقاتشون میذارن دیگه الان واردو واردو داره آره اینو من یادم ما دبیرستان بودیم بچه ها تو صبح بیدار میموندن یه سری ها اینو بازی میکنن بعد خب ایران هم باید یه چیز میگه سابسکرپشن هست... آره پولیه. خیلی هم گیرون می میشد و تو ایران هم نبود و نم با با ماهی بود. الان سی فکر کنم سی و خورده ای دلاره که فقط واسه اون بازی بده نه شاید هم ارزون تر باشه هم پونزه دولار ببینید واو سابسکریبشن چنده آره برای واسه آره. بچه مدرسه زیاد زیاده دیگه آره پدیده بعدی که اتفاق افتاد برای دنیای دیده. ویدیو گیمینگ و بازی کامپیوتری واو سابسکریبشن واو دو تا نه نه واو دبلیو او دبلیو ورد آف وارکرافت ورد آف وارکرافت سابسکرپشن پاس الان میگه به همون 14.99 USD 14.99 USD در ماه آره که اگه حالا مثلا یه سال بخواهی نرزون ترمیشه بلیزارد بود اسم سرورش بلیزارد uh, پیده بعدی که اتفاق افتاد پیده تویچ بود که تو سال 2011 به وجود اومد تویچ یه وبسایتیه که uh, من مثلا میتونم آره نه میتونم چیز بکنم لایو استریم بکنم به صورت زنده بازیمو بذارم و مردم بیان ببینن و حالا میتونم یه دوربینم بذارم خودم و هم نشون بده بعضی دیگه مثلا خیلی دارن کار خف انجام میدن مثلا دسته پلیسیشن ها هم وصل میکنن و نشون میده این حرکت ها و دکمه هایی که میزنه مثلا چیه تو اون لحظه حالا من یه سری هم خانواده هایی که ایرانیا. می گفتن بازی کردن اطلاف وقته این دیگه نکست لول اطلاف وقته که تو بری بشینی بازی کردن یکی دیگه رو ببینی یعنی خودت هم بازی نکنی حالا بذار بگم دیگه همینطوری و اونا میگم فکر بسته رو گذاشته اینجا <laughs> وقتی سه میلیون دلار رو برد همینطور تو اومدی وسط, و وسط. آره بعد تو سال 2011 به وجود اومد که اصلا کلا فرهنگ آنلاین نگاه کردن اینجور چیزا رو عوض کرد و طرف داره بازی کامپیوتری میتونستن نه اینکه ببینن میتونستن با اون طرف هم بگیرن. ارتباط برقرار بکنن یاد بگیرن مثلا مثل ایشون و نشون میدادن که مثلا داره بازی میکنه از لنز <laughs> در حال و آدما شروع کردن از این را خیلی پول در یعنی حتی کسایی که بازیشون خیلی خوبم نبود و مثلا جز اون یک درصد نبودن میتونستن با اینکه کامنت های فانی بدن و مثلا اون شوی که اجرا میکنن جذاب باشه واقعا جذاب اینه که فرزاد شوی که میذارن جذاب باشه میتونن خیلی پول در بیارن ازش یه سری آمار خیلی باحالم بهتون بدم که در مورد تویچ ارزش کمپانی الان سه و سه ماه از هفته نه بیلیونه میلیارد دلار چهار چهار میلیون ساعت ویدیو روش وجود داره همه بازی ها؟ آره, بازی آره. بازی. یعنی یه, یه دور لایف همه میتونن ببینن بعد میتونی سیوش آره آره بعد بعضی اوکی. سیف نمی کنن. بعضی فقط, برای اینکه یوتیوب فقط برای گیم برای ویدیو آكی. گیم آره دقیقا بالغ بر 15 میلیون نفر روزانه به این وبسایت سر میزنن به صورت متوسط هم 54 هزار تا کانال استریمینگ آنلاین فعال وجود داره همون لحظه و نینجا یه نفر هست به نام نینجا که مایی تقریبا سر هزار دلار از این موضوع در میاره فقط به خاطر گذاشتن رو تویچ مایی سر هزار دولار آقا چرا؟ حالا یه زیب بگم که دل کارون آروم بگیره امیزان سال 2014 توی رو خرید موقعی عمد که عمد خرید یک بیلیون بود الان شده تقریبا چهار بیلیون و خب خیلی به قول معروف خیلی کار مارکتینگ داره روش انجام میده دیگه یعنی دست آمازون افتاده که داره اینطوری پیش میکنه آمازون کارش اینه که بیزنس بقیه رو کنه و بعد از اینکه دیدن که سال 2017 دیدن که یه همچین پدیده خیلی خفنی وجود داره توی دنیا بازی المپیک در واقع رفتن پیش کمیته المپیک و گفتن که بازی های الکترونیک هم به المپیک اضافه بکنید و این الان دارن اوه. در موردش تصمیم میگیرن که بازی کامپیوتری به المپیک هم اضافه بشه یا نه که اگه اضافه بشه که دیگه اصلا کلا خیلی عوض میشه داستان من اسم چند تا چیز هم بگم چند تا گیمر ایرانی رو هم بگم که برای من خیلی جالب بود من درست اصلا فکر نمی کردم که ایرانی ها به خاطر حالا سرعت اینترنت و چیزایی که وجود داره روی توییچ و حالا یوتیوب و جاهای دیگه خیلی فعال باشن ولی خب حالا این کسایی که هستن خارج از ایرانن ولی تعداد فالوورای خوبی دارن اولیش میا پلیزه که فکر میکنم ازشون کیمیاس و فکر میکنم ونکوورن یعنی من چند تا چیزشون رو نگاه کردم فکر کنم ونکوورن و اگه هستن دعوتشون میکنیم بیان و در مورد پیشرفتشون صحبت بکنیم اگه کسی میشناسه اوکی کنه ایشون آره اگر کی فکر کنم چیز باشن فکر کنم توی ونکوور باشن و دومیش آریا کیوکسره که 20000 تا فالوور دارن 25000 تا سابسکرایبر, سابسکرایبر دارن حالا اینا رو بهتون میگم ایشون خیلی فعالیتشون تو یوتیوبه دومی آریا کیوکسره که ایشون هم خیلی فعالیتشون توی یوتیوبه ولی خب توی, توی تویچ هم برنامه دارن و در واقع بازیاشون رو ایشون از آره ولی ایشون توی تویچ تعداد دونیشن هایی که بهشون شده تقریبا فقط 5 60 میلیون تومن فقط دونیشن شده بهش همین آریا آره, آره تو... راجع برا غلط نوشته توی <laughs> آره تو اینو گفتی عکسشو فرست دونیشن یعنی چی وقتی به یکی دونیت داری بازی میکنی و بعد بعضیا مثلا میان حمایت مالی ازت میکنن میگن دمت گرم مثلا 5000 تومان من به تو دونیت میکنم اینجا و این پول مستقیم میرسه به ایشون فکر کنم یه باگی هم داره بخاطر اینکه دونیشن تکس هم نمیخوره <applause> به خاطر همین دارو تکس کردیت هم میگیره فکر میکنم <applause> به گیمر تو دونیت کنی تکس کردیت میگیری من میگم این نظام مشکل داره میگید نه بعد سومیش هم تاکسیک گرلوه که ایشون هم یه ای خانم هستم فکر میکنم ایشون هم توی ترکیه باشن و او دویو آره نه نه همینه او دویو آره تاکسیک گرلو که ایشون هم توی یوتیوب زیاد فعالیت نمیکنن اکثر فعالیتشون توی تویچ و ایشون هم تقریبا بین 50 60 میلیون تومان بهشون تا الان به قول معروف دونیت شده گفته اولین کسی هم که از ایران استریم میکنه لوکیشن ترکیه آره آره و خیلی حالا جالبیش برای این بود که تعداد دختره که استریم میکنن خیلی زیاده و من از این موضوع خیلی راضی ام به خاطر که مثلا بازی های مختلف ها همش میگن که آره پسرات این کار رو انجام میدن ولی نه دخترها هم اصلا بازی میکنن و خیلی هم لذت میارن خیلی هم بازی مثلا من داشتم کیمیا رو نگاه میکردم و بازی تاکسی گرلو بازیشون خوبه و به قول معروف ول نمیدن راست میگه لفظ تو کانتر هم آره ولادن لفظ بود که توی کانتر استفاده وقتی که چیکار می یعنی ولادن شانسی مثلا شانسی. یکی رو هیچ شات یه با و این فلت نمو ای ای وقت بود نشیده بودم بعد جونم براتون میگه که یه ذره از ذرهای بازی کامپیوتری بگیم که اولین چیزی که میگن وقت تلف کردنه کودن نمیکنه دومیش چیزی که خیلی این مدت الان تو کانادا الان در بحث میکنن ترویج خشونته میگن این بازی کامپیوتری انقدر طبیعی شدن انقدر حالا جدی شدن الان که تو قشنگ میتونی از توش یاد بگیری که مثلا چجوری یه سلاح و مثلا لود بکنی ریلود بکنی مثلا اینو باید نتونستن اثبات کنن نه اینو نتونستن اثبات کنن که مثلا خوشونتو بیشتر میکنه آره ضعیف شدن چشم و چاقیه که خیلی بهش اشاره میبرن نمره های بد توی دانشگاه و مثلا مدرسه رو ترمیم میدن تعمیم میدن به چیز بازی کردن بازی کامپیوتری قد چی؟ چجوری؟ همه رو آره همین دیگه میگم این مثلا بعد آموزی هم میگن داره از مثلا جی تی ای سحنه داشت بعضی آه. از این بازی ولی خب آره <تصفح> ولی به از اون چیزی که بهش اصلا اشاره نمیشه فواید بازی های کامپیوتریه که من حالا چیزهایی که خودم حالا دیدم و شنیدم و این صحبت ها رو میگم تعداد زیادی بود مثلا من داشتم میخونم 15 16 تا بود که از لحاظ علمی ثابت کردن چند تا مقاله اسکارلی هم وجود داره حالا میدونم که بعضی از این مقاله میتونه علکی باشه ولی خب ام... چیه <applause> اه... ولی خب حالا چند تاشو میگم اولیش هماهنگی بین حواس های مختلفه کسایی که دارن بازی میکنن یه اه... فقط به صفحه خیره نشدن برای بر اینکه بتونن بازی رو درست انجام بدن بعد از چندین تا حس مختلفشون شنوایی بینایی و سال از و حالا فکرشون بتونن در آن واحد استفاده بکنن که بتونن بهترین تصمیم ها رو بگیرن دومیش افزایش قدرت حل مسئله است یا پرابلم سالوینگ میگن که خب بعضی از این بازی ها به تمرکز خیلی بالایی نیاز داره و شما بعد از برای حالا رد کردن یه مرحله یا یه قسمت از یه بازی باید واقعا از اون میگن اوتساید د باکس باید فکر بکنی از اون جعبه فکری خود بیای بیرون و از بیرون به اون مسئله نگاه بکنی تا بتونی حلش بکنی و این میتونه توی طولانی مدت به حل مسئله و قدرت حل مسئله شما کمک بکنه منبع خوب یادگیریه برای حالا ب... نه تنها بزرگ سالهایی که هستن و مثلا نوجوانها ها بچه ها هم دارن با بازی کامپیوتری حالا روی آیپد که باید به اندازه باشه اینو من میگم در خیلی چیزا یاد میگیرن یعنی ما حالا من توی بچه خانواده خودمون نگاه میکردم میدم اینا که مثلا یه دستشونه با کلمه های انگلیسی خیلی آشنان یعنی <applause> بعضی چیزا رو مثلا انگلیسی رو میفهمن میدونن چه معنایی میده و خب این از سن پایین خیلی کمک میتونه بکنه صحیح. و آخریش که برای خود من خیلی جذاب بود کمک به روابط اجتماعی بود یعنی من موقعی که اول اومده بودم کانادا خب اینجا هیچ کس رو نمیشناختم و با چند نفر آنلاین آشنا شدم و اونا الان مثلا جز دوستای مثلا خود ما هر شب کال اف دیوتی بازی میکردیم مثلا از ساعت تا به از ساعت فکر کنم مثلا ده شب تا مثلا هفت صبح ما کال اف دیوتی بازی میکردیم دردی میشستن. بابا دیگه مدرسه میرفتیم یعنی مدرسه تابسون بود دیگه کاری نداشتیم مثلا اصرم میرفتم سر کار تا شب و دو شب میام حالا ای اینی که گفتی یه مورد دیگه هم بود من جدید دیده بودم احتمالا توی همون Problem, problem problem solving solving. بود ولی چیزه میگن که خیلی آدمایی هستن که تصمیم گیری سریعی دارن حالا دیسیژن میکینگ خیلی سریعی دارن این خارجی ها میگن به تو بازی خیلی اتفاقات سریع میفته و نهیلن. تو یه حجمه ای از اطلاعات که از حالا تمام حواس بهت میرسه رو باید یه پردازش کنی و یه خروجی بدی بیرون میگن خیلی آدمایی هستن که سریع تصمیم آره مثلا فیفا رو ما میبینی دیگه توی فیفا مثلا واقعا بعد بعضی موقع تصمیم سریع بگیری یا مثلا باید جاهای مختلف اسکرین رو نگاه بکنی آره. و خب مغز رو به کار میندازه دیگه دقیقا من... من و ایمان بعضی وقتا چیز میکنیم بعضی وقتا که آره نه فیفا آنلاین میزنیم من از خونه ایمان از خونه یه تیم میدیم میریم پقیه یه می می سوال من دیشب پرسیدم که بازی مورد علاقتون چیه بازی کامپیوتری بعضی گفته بودن که ما کامپیوتر بازی می‌کنیم پلی استیشن بازی می‌کنیم گفتم خب مثلا همون دیگه, آره دیگه. چیز دیگه, آره. دیگه مثلا به اون میگم بازی های کنسولی نمیدونم واقعا همونه. بازی کامپیوتر با اختلاف که فیفا اوله یعنی مقدار چیزی گفتن جالبش این بود که کلی مثلا بازی بود که من خودم انجام نداده بودم و حالا میخوام انجام بدم خیلی هم در مورد اینکه الان پس میخواد بهتر بشه و میخوام برم پس بازی کنم صحبت کردن مورتال کامبت بود چیزایی که خیلی خوبه. خوب کال اف دیوتی خب خیلی باحال بود یکی هم گفته مرد که بازی نمیکنه <applause> من خودم میخواستم دو سه تا بازی رو پیشنهاد بدم که حالا توی این صحبت که اینجا شده بود گفته بودن بازی خیلی مورد علاقه من متاسفانه همش روی پلیستیشنه و اینا به قول معروف پلیستیشن استیشن اکسکلوسیوه <applause> که فقط روی پلیستیشن میاد و اگر که حالا شما میتونین برین گیم نتی ای چیزی این بازی رو بازی کنید برای من خیلی جالب بود اولیش آنتیل دانه که این یه کار خیلی جالبی انجام دادیم بازی که تو تصمیم میگیری بازی چجوری انجام بشه یعنی دیسیژن میکینگ تو کاملا اون حتی اون تموم شدن بازی, بازی رو سناریو بازی رو عوض میکنه به صورت کامل و مثل که 16 تا سناریوی مختلف داره با تصمیم های مختلفی که میگیری مثلا فلانی زنده بمونه فلانی داره راست میگه یا داره دروغ میگه یا مثلا مثلا فلانی رو بکشیم یا نکشیم و اینا تقریبا مثل مافیا بازی کردین تمام تصمیم رو مثلا میتونیم بگیری و اون اتفاقایی که میفته تو میتونی تصمیم بگیری بعضی اصلا که 16 تا اندینگ مختلفش هم انجام دادم مثلا روی یوتیوب میتونی ببینی که چه جوریه دومیش آنچارتده آنچارتد مال ناتیداگه که خیلی سه تا بازی مختلفه که آنچارتد دو اصلا یه داستان دیگه داشت برای خودش خیلی بازی خوبی بود و آخریش هم که من به همه پیشنهاد میکنم بازی کنن دلست آواسه آره دلست آواس هم مال ناتیداگ باز و من پیشنهاد میکنم که حتما بازی بکنید این یه کار خیلی متفاوتی که دلست انجام داد حالا که من تا با حال نیده بودم این بود که تو برای اون کرکتری که داری باش بازی میکنی اهمیت قائل میشی بعد از یه مدت یعنی اون رابطه ای که این دوتا با هم دیگه چند تا کرکتری که اونجا دارن قشنگ روی تو تاثیر میذاره و قشنگ میتونی ببینی و این بیشتر یه فیلم سینماییه تا مثلا واقعا یه بازی باشه و مثلا هم توی کال اف دیوتی یارت که تیر میخوره مثلا برنامه‌گیری نگاه کنی مطمئن مرد دیگه برای این مثلا هر از گاهی تو برمیگردی مطمئن میشی همه سالمن همه هستن مثلا کسی جا نیفتاده و خیلی جالب بود خلاصه من بهتون پیشنهاد میکنم که این بازی رو حتما انجام بدید اگرم خواستی میتونیم آنلاین هم فیفا بزنیم با بچه ها هر کی خواست میتونه آره اد کنه ما رو آن فیفا بذار <تصفح> <تصفح> یه چیز میخواستم حالا این گیم این داستری خیلی حالا صنعت پرسودیه توی حالا کمپانی تک و اینا کلی کمپانی خفن هست ولی من میخوام بگم یه تجربه شخصی حالا ما از بچگی چون از فیفا دیده بودیم نیت فور اسپید دیده بودیم و اینا من. من. جایی که کار میکنم دو تا از همکارمون هستن که اینا از کمپانی ای اسپورت اومدن ای اسپورت توی ونکوور حالا توی کمپانی کاناداییه و همین فیفا و نیت فور اسپید و اینا رو همه رو چیز میکنن اینا خیلی آدم های یعنی حالا تو کامپیوتر برنامه نویسایی که بازی کامپیوتر خیلی برنامه نویسای خفنی هن. دلیلش هم اینه که سخت افزار اونقدری پیشرفت نمیکنه تر... حالا مدت حالا یه قانون موری بود که میگفتن هر یه سال دو سال, و دو سال. 18 ماه تا دو سال میگن قدرت سخت افزاری دو برابر میشه که اونم یه سری حرف و حدیث هست که الان دیگه به ماکسیمم رسیده حالا خیلی با اینش کار ندارم سخت افزار خیلی پیشرفت نمیکنه ولی شما هر سال میبینید بازی ها مثلا پیشرفت چشمگیری میکنه کیفیتشون گرافیکشون خود گیم پلی خیلی پروگرامرای خفنی حالا اینا به کنار این دوست هم همکارمون که سینیور از منم خیلی سنش بیشتره تعریف میکرد و آره ما سال 91 تو ای, ای ای اومدیم فیفا رو مثلا استارت 90 یا 91 بعد خیلی برام من بهش گفت آره ما اصلا اون موقع هنوز قول ایمان فکری بیش فکری بیش, نبودن. بیش نبودن. بعد میگفت ما سال 90 چند نیت اسپید رو شروع کردیم و 97 این وارد تیم نیت اسپید شد و دقیقا یکی از بازی هایی که من و ایمان تو دبستان بازی میکردیم نیت فور سپید اینا نوشته بودن این تو تیمش بود و خیلی برا من جالب بود این صحبت هم اون... میگفتم آره ما بچگی مونو بازی هایی که تو نوشتی مثلا اولین نیت فور سپیدی بود که چیز داشتیش پلیس داشت اگه یاد باشه یه پوش... این... آ... نه نه هات پرسود نه بود. یه زی دیگه بود حالا آه... نه حالا این داشت تعریف میکرد این هات پرسوتو که داشتن میدادن گفتش که ما مثلا چند دو ماه مونده بود به ریلیز اینا میخواستن یه نوآوری داشته باشن آه. بعد میگفت اون ایده چیز رو اگه اشتباه نکنم اینکه وسط خیابون چیز میریخ خاردار میری خاردار میریخ کلاسیک پنچاش میگه یکی اونجا مثلا تو رندوم وسط میتینگ یکی گفت این کارو بکنی بعد ما تازه شروع کردیم به فکر کنم حالا اون بود چیز هم بود این که اصلا پلیس دنبالشون بکنه رو نداشتن از یه جایی به بعد اضافه شد اونم تو یک از میتینگ ها نزدیک ریلیس گفتم مثلا بیاین پلیس هم بندازیم دنبال ماشینا آره این آره اینجا ای, ای, ای خیلی چیزه خیلی آم... کمپانی بزرگه و خیلی خب خیلی هم مارکتینگ داره توی ونکوور آره چیز جالبی که بود اکثر بازیایی که بچه‌ها گفته بودن توی مثلا 200 ریسپانسی که ما آمد. گرفته بودیم خیلی بازی های ای ای بود سیمز بود نیت فور اسپید بود فیفا بود سیم. سیمز <تصفح> سیمز هم های عدد بازی میکرد یه من یه دکتر رو ماشین بگم آره. تو بازی های ماشین ماشین حرکت نمی کنه سهر آره و اینو با نصفیت انیشتین هم میگن شما همه چیز شما نسبت به خودتون ثابتی دنیایی که داره تکون میخوره این هم اینجوریه بله. خیلی خب این بود من میخواستم فقط در مورد بازی کامپیوتری صحبت بکنم شما چیزی داری فرض بر بگی یا نداری دست پر میاد فرض نمیشه نه, نه امروز هر چقدر فکر میکنم چیزه ولی یه چیز در مورد گیم خیلی اتفاقی دیشب فرهاد دی همین سی دی لاستواس و بود دلست واس. دلست واس. بعد بابام بودن اونجا نشسته بودن اینا بعد منم بازی نکرده بودم فکر کنم فرهاد زره بازی کرده و اینی که میگی خیلی شبیه و یعنی مثلا بابا من که اصلا گیم و اینا هیچ هی مثلا م... مشتاق بود که اون دخترش یارو که تیر خوب مثلا فلان خیلی باحال بود ام، حالا همین میگم اول که بازی کنید فکر کنم دغدغلی ازش گذشته اره. من حالا کارو میگه که اینا از لحاظ گرافیکی خیلی خوب میشن بعد از یه مدت این دلاساس که اومده بود میگم واقعا مثل فیلم میمون من یادمه که داشتم بازی میکردم خب بعضی موقع وسطش یه کاتسین داره که مثلا یه به صورت فیلموار مثلا یه اتفاقی میفته و تو تموم میشه مثلا تو دوباره دست رو میگیری دسته رو بازی میکنی من یادمه که یه صحنش هست که یه سری زرافه رد میشن و من اونجا مثلا یه پنج دقیقه منتظر بودم که این فیلم تموم شه ولی نگو که اصلا تمام شده ده. بود و آره خود بازیه بوده و خب نشده ولی اون یه خاطره خیلی خوبی من دارم از اون بازی و به همه پیشنهاد میکنم که حتما این بازی رو تو زندگیشون انجام بدن آره ام... چیزی پس نداشتی نه عالی خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام تاکس که میتونید اونجا برای ما های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدا